شما رو در مورد همراهی دانشگاه‌های ایران بشنویم با اعتراضات سراسری مردم. می‌بینیم که از چند جهت کم سابقه است، از جمله صحنه‌هایی داشتیم که دانشجویان دختر روسری آتش زدن در دانشگاه. نظرتون چیه و چقدر می‌تونه مؤثر باشه روی جریان، در واقع روی رسیدن مردم به مطالباتشون؟ درود بر شما. خب ما در سالهای گذشته دهه‌های پیش شاهد بودیم که همواره جنبش دانشجویی و دانشگاه به نوعی پیشران اعتراضات مردمی بود. این رو در سال 78 دیدیم، در سال 88 دیدیم و دی 96. اما در سالهای اخیر هم به واسطه حجم سرکوبی که در دانشگاه‌ها انجام شد و تغییراتی که نهادهای دولتی در تشکل‌های دانشجویی ایجاد کردند و هم در دو سال گذشته به جهت کرونا دانشگاه‌ها تعطیل بود، یک رخوتی در دانشگاه‌ها و جنبش دانشجویی دیده می‌شد. اما این بار خب با توجه به تغییر نسلی هم که در دانشگاه رخ داده، ما اینو توجه کنیم که اغلب این دانشجویانی که الان به اعتراضات پیوستن متولد دهه 80 هستند، یعنی حتی اعتراضات 88 و 78 رو درک نکردن، اما امروز می‌بینیم اینطوری شجاعانه برمیخیزن و تبدیل میشن به گروهی که دوباره میتونن مرجعیت اعتراضات رو حداقل در شهرهای بزرگ به دست بیارن. همین امروز هم میدونیم که در تهران، کرج، اصفهان، یزد، تبریز دوباره دانشگاه ها برخواستن. این علارغم اینه که ما خبر داریم در چند روز گذشته بسیاری از فعالان دانشجویی تلفنی مورد تهدید قرار گرفتن از سوی حراست، از سوی نهادهای امنیتی و همین الان چند تن از فعالان دانشجویی از مدت ها پیش در زندان هستند. تصورم اینه که اگر دانشگاه دوباره به اون نهادی که پیشران اعتراضات اجتماعی تبدیل بشه که ظاهرا داره میشه، برای حاکمیت کنترل فضا بسیار مشکل خواهد. و به صورت کلی شما به نظرتون اعتراضات جاری در ایران چه ویژگی های جدیدی داره، چه تفاوت های شاخصی داره، چه صحنه هایی در واقع در این اعتراضات میبینیم که این رو متفاوت میکنه از سایر جریان های اعتراضی اخیر؟ ببینید، ما بعد از آبان 98 شاهد چند موج اعتراضات در شهرهایی بودیم مثل خوزستان، مثل اصفهان، اما این بار ما شاهد یک اعتراضات ملی هستیم، اعتراضاتی که از کردستان شروع شد و حالا جنبه ملی پیدا کرده و واجد یک شرایط جالبیه. مثلا نوع شعارها، ما میبینیم که برای اولین باره که در اعتراضات خیابانی بعد از اعتراض به حجاب اجباری در همون اول انقلاب 57، زنها در خیابان در شهرهای مختلف روسری رو به عنوان یکی از نمادهای حکومت جمهوری اسلامی از سر بر می‌دارن و از طرف مردها مورد حمایت قرار می‌گیرن. همچنین شعارهایی که علیه نهاد روحانیت، نهاد ولایت فقیه، شخص رهبر جمهوری اسلامی بدون هیچ مدارایی و بدون لکنت و با صراحت بیان میشه، شرایط رو تغییر میده. مخصوصا که این اعتراضات از یک دادخواهی آغاز شده. ما در گذشته اعتراضاتی داشتیم به دلایل دیگه که دادخواهی هم بهش افزوده میشد، ولی این اعتراضات از لحظه اول به دادخواهی شروع شده. برای اینکه ادامه پیدا میکنه یا نه باید منتظر روزهای آینده باشیم، اما اون چیزی که مهمه الان تبدیل به یک اعتراضات ملی در سراسر ایران و حتی خارج از ایران شد.